بالاخره اولین گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور بعد از مدت ها. همونجور که مشخصا قرار بود از ساعت 10 امشب اولین گفتگوی رسمی دکتر پزشکیان در صدا و سیمای ملی پخش شد و صحبت های فوق العاده مهمی انجام داده تا بدینجای کار اینجا هستیم و همدیگه بپردازیم به چکیده ای از این صحبت هایی که دکتر پزشکیان دقایقی پیش مطرح کرد. گفتنیه که این چهارچوبی که برگزار شد، این برنامه همون چهارچوبی هست که توی یک ماه گذشته وزرای کابینه 14 در اون حضور پیدا کرده بودن. ما دیدیم که عباس عراقچی و عبدالناصر همتی وزرای اقتصاد و امور خارجه در این برنامه حضور پیدا کردن و نهایتا خود رئیس جمهور بعد از مدت‌ها در این برنامه حضور پیدا کرد و با مجریگری همون مجری که در برنامه مناظرات انتخاباتی هم ما شاهد حضورش بودیم با موفقیتی که اونجا داشت، امروز هم در مصاحبه با وزرا و دکتر پزشکیان هم دوباره مشاهدهش کردیم. اما خود دکتر پزشکیان قول داد که حداقل ماهی یک بار به گفتگوی خبری بیاد و به مردم صحبت کنه و در جواب سوال مجری که این که کی میتونیم در خدمت شما باشیم گفت که من هر موقع که وقت کنم و بتونم به شما پاسخگویی انجام میدم و در خدمت مردم خواهم بود. به نظر میرسه هر یک ماه یک بار دکتر پزشکیان رو در صدا و سیما ببینیم و به صحبت ها و سوالاتی که ازش پرسیده میشه جواب بده. در یکی از مهمترین صحبت هایی که انجام داد گفت که مشکلات موجود مردم رو میبینم و نیاز به گفتن مشکلات پرداخت بدهی گندمکاران و بهداشت درمان در حال حل شدن و من مشکلی ندارم، میتونم ماهی یک بار با مردم صحبت کنم، چه بسا بیشتر اگر که مشغله کاری به من اجازه بده. من به آنچه که زمان انتخابات گفتم پایبندم و هفته آینده هم نشست خبری برگزار میکنم. این اولین نشست خبری بود که دکتر پزشکیان در اون شرکت کرد و بسیار حائز اهمیت بود. به عنوان رئیس جمهور جدید اولین صحبت هایی که به صورت مستقیم بعد از رای گیری که مردم انجام دادن، این بار خود رئیس جمهور به صورت شخصا با مردم صحبت کرد. با ما همراه باشین بشنوین مهمترین این صحبت ها رو، برگردیم ادامه ماجرا رو و آن خود نماینده هایی که تو مجلس بودند و خب مردم عزیزم میبینن تا جایی که از دست ما برمیمده سعی کردیم در حد وسعت و توانمون این کار رو انجام بدیم. بسیار آقای دکتر، شما الان تقریبا یک ماهی هست که بر صندلی رئیس جمهوری اسلامی ایران نشستید، ارزیابی خودتون از این یک ماه چی از وضعیت موجود؟ وضعیت موجود که خب مردم میبینن، یعنی وضعیت گرانی، کمبود، ما مثلا گندمکارای ما مشکل داشتن، پرستارای ما مشکل دارن، معلمان ما، بازنشسته های ما و مشکلات کود کشاورزی و مختلف هست، ناترازی هایی که در برق داریم، در انرژی داریم، ناترازی هایی که ما در محیط زیست داریم، یعنی واقعیت دیده میشه، چیزی نیست که مثلا من بخوام شرحی بدم. و خب در این یه ماه با برادرایی که قبلا مسئولیت داشتن جلسه میذاشتیم و وضعیت موجود رو از اونا جستجو میکردیم، پرسش میکردیم، اطلاعاتی که ما میدادم به هر حال همینه که دیده میشه. ما پولی که برای گندمکارا در قانون دیده شده بوده کلن 120 همت بود، 120 هزار میلیارد تومان، تازه اونم تو صندوق نبود. حالا در صورتی که اونی که کش شده بوده و به انبارها داده شده بالای 200 هزار میلیارد تومان هست، یعنی از این ور پوله نبود، از اون ور شکافه وجود داشت که خب الحمدلله داره حل میشه، هم مال گندمکارا حل میشه، هم مشکلات بهداشت درمان، هم معلمان، و تمهیداتی دیده شده که این مشکلات رو تا جایی که از دست ما برمیاد حل کنیم و انشالله حل خواهیم کرد. و این چیزی بود که ما در دورانی که بود حضرت علی علیه السلام بحث مدیریتی واقعا میفرمایم که رحم الله امرن عرف نفسه علم من اینه فی اینه و الا این، کل حرفای مدیریتی که تو این کتاب ها می نویسن چیزی بالاتر از نی، فقط اینا اومدن جزئی ترش کردن و قابل مدیریتی به اجرایی تر.
در ادامه اتفاقاتی که افتاد، میدری وزیر کار گفت که من نمیتوانم در دوره تصدی بگویم نذاشتن من کار بکنم، این اشتباه است. اختیارات فوق‌العاده زیاد هست و بار مسئولیت خیلی سنگین و ما باید بتونیم از فرصت‌ها استفاده کنیم. سه، وزیر تازه نفس دولت جدید به کرسی ریاست وزارتخانه‌های کار و نیرو ارتباطات تکیه زدند و امروز صحبت‌های ویژه‌ای هم انجام دادند. در ادامه جلسه سران سه قوا به میزبانی رئیس جمهور پزشکیان مطرح شد امروز و آقایان قالیباف و محسنی اژه‌ای در این دیدار حضور پیدا کرده بودند و امروز که یعنی شنبه 10 شهریور بود به میزبانی رئیس جمهور برگزار شد و باید ببینیم که در ادامه چه اتفاقاتی میفته. معاون اول دکتر پزشکیان یعنی دکتر عارف درباره این اتفاقات گفت که در ارتباطات و ایجاد محدودیت راهکار نیست و فقط هزینه مردم رو بالا میبریم. میتونم هر ماه یه بار با شما بشینم صحبت کنم، مشکلی نداریم. در نتیجه این روند رو و این که با مردم ارتباط داشته باشیم، حرفمون رو بگیم، حرف اونا رو بشنویم، دغدغه هامون رو بگیم، دغدغه هاشون رو، دغدغه های این عزیزان رو بشنویم، آمادگی داریم و بر آنچه که گفتیم، حالا تو مناظرات شما بودید و بحثایی که میکردید، همچنان پای بندیم. سعی خواهیم کرد با مردممون صادق باشیم، سعی خواهیم کرد که هیچ وقت جز آنچه که راسته نگیم و تلاش خواهیم کرد که هرچی از دستمون برمیاد در جهت اطلاع کشور انجام بدیم ایشاست. و هفته آینده نشست خبریتون برگزار خواهد شد؟ بله، هفته آینده هم قرار دیگه یک نشست خبری بذاریم که همه خبرنگارا بیان. راستشو بخواید تا حالا مشکل این بود که باید دولت تعیین میکردیم، وضعیت اوضاع احوالی که درش قرار گرفتیم رو متوجه میشدیم، کجاییم، میخواییم چیکار کنیم، با چه کسانی قرار کار کنیم. در اینچه گفتگوهای زیادی داشتیم در انتخاب وزرا، بر مبنای آنچه که گفته بودیم میخواییم وفاق ملی داشته باشیم. خب شما اگر این کابینه که انتخاب شد و مجلس محترمم که باید قدردانی بکنیم از ریاست محترم مجلس و نمایندگان عزیز، رأی بسیار جالب و بالایی دادن. تا حالا تو کشور میانگین رأی در هیچ دولتی اینقدر نبوده که مجلس همراهی کرد، رأی داد و اعضایی هم که ما انتخاب کرده بودیم واقعا بر اساس همون وفاق ملی انتخاب کرد. معاون اول رئیس جمهور گفت که راهبری اصلی دولت این است که اینترنت رو با باند مناسب به مردم تحویل دهد. امروز اینترنت وسیله امر و معاش و اشتغال مردم است و دنبال توسعه اقتصاد دیجیتال باید به پیش برویم و توسعه رو جدی بگیریم. یکی از مهمترین سوالاتی هم که مطرح شده این روزها از این باب بوده که به نظر میرسه که رفع فیلترینگی که قرار بود اتفاق بیفته توسط خود وزیر ارتباطات هم امروز مطرح شد و گفت که هیچ سندیت و هیچ رسمیتی نداریم که ما فیلتر شکن ها رو به دامان مردم بندازیم و طبیعتاً در کوشش این هستیم که به وعده ها عمل کنیم و اگر که بشه که رفع فیلترینگ رو انجام میدیم. دکتر عارف هم در همین زمینه گفت که سند راهبردی فضای مجازی باید اصلاح بشه. هر اتفاقی در فضای مجازی میفته که ارتباطی هم به فیلترینگ نداره، گردن فیلترینگ میندازن. تعجب میکنم در این محدودیت های نهایت های امنیتی اعتراض نمی کنند. در ادامه از این گفتن که چجوری میشه که وی پی ان ها دارن همینجوری کار میکنن بدون اینکه نهاد نظارتی بالای سرشون باشه و طبیعتاً باید پیگیر این قضیه هم باشیم. حضور زنان اهل سنت اولین هایی که در دولت پزشکیان اتفاق افتاد.